دوستا کشته شدن صالح العاروری معاون گروه حماس نگرانی ها در مورد افزایش نارامی ها در شرق میانه را برانگیخته است. معاون گروه حماس یک روز قبل در نتیجه حمله یک طیاره بدون سرنشین در لبنان کشته شد. اسرائیل تا کنون دست داشتن در این حمله را رد یا تایید نکرده، اما منابع امنیتی فلسطین و لبنان میگویند که معاون گروه حماس در حمله اسرائیل کشته شده است. جزئیات بیشتر اما طور که وعده کردیم در همین مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم که از مقابل امارات کنگره ایالات متحده در برنامه با ما هستند. عزیز جان، صالح العاروری که بود و کشته شدن او چی واکنش هایی را در پی داشته تا حاله؟ خب صالح العاروری معاون سیاسی گروه حماس و همچنان یکی از بنیانگذاران شاخه نظامی این گروه پنداشته می شد. سال 57 سال عمر داشت، متولد کرانه غربی رود اردن بود ولی بیش از یک دهه در تبعید زندگی میکرد، در کشورهای مختلف مثل سوریه، ترکیه و در نهایت به لبنان رفت. چندین سال در لبنان بود تا روز گذشته که کشته شد و در زمانی که در لبنان بود گفته میشه که توانسته بود که روابط حماس را با حزب الله لبنان خوب تامین کنه. البته اسرائیل از دیر زمان در بدنبال صالح العاروری بود و حتی قبل از آغاز جنگ کنونی بین اسرائیل و حماس، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو صالح را به مرگ تهدید کرده بود، چرا که اسرائیل به این باور است که صالح العاروری طراح حملات در کرانه غربی رود اردن بود و در سال 2015 ایالات متحده نیز صالح را درج فهرست تروریست های جهان کرده بود و گفته بود کسی که در مورد صالح معلومات بدهد به واشنگتن برایش $5 میلیون انعام داده خواهد شد. حماس صالح العاروری را نماد ملی توصیف کرده و گفته که راهش ادامه خواهد داشت. کشته شدن صالح العاروری راهپیمایی هایی را امروز در کرانه غربی نیز برانگیخته بود و حزب الله لبنان نیز در واکنش گفته که نقض تمامیت ارضی لبنان به پاسخ نخواهد ماند. همچنان وزارت خارجه ایران در این رابطه گفته است که کشته شدن العاروری در بیروت نشان می‌دهد که اسرائیل در برابر گروه‌های مسلح در غزه با شکست عظیم روبرو شده است. در ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس، باریکه غزه روز چهارشنبه نیز در حال شاهد حملات شدید نظامیان اسرائیلی بود که کشته شدن صالح العاروری معاون گروه حماس نگرانی ها در مورد گسترش دامنه این جنگ به سایر نقاط شرق میانه را افزایش داده است. صالح العاروری روز سه‌شنبه در نتیجه حمله یک طیاره بی‌سرنشین در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. اسرائیل انجام این حمله را نه رد و نه تایید کرده است، ولی اردوی اسرائیل میگوید که آماده هر گونه سناریو می باشد. نیروی دفاعی اسرائیل در همه اسرحه‌ها در سطح بالای آمادگی دفاع و حمله را دارد. ما برای هر گونه سناریو آماده هستیم. مهمترین چیزی را که باید گفت این است که توجه ما بر مبارزه علیه حماس بوده و می باشد. صالح العاروری 57 ساله که در بیروت زندگی می کرد، اولین مقام ارشد سیاسی گروه حماس بود که پس از آغاز جنگ کنونی کشته شد. اسرائیل از دیر زمان او را به طراحی حملات در برابر اسرائیلی ها متهم کرده بود. رهبر حماس کشته شدن صالح را یک عمل تروریستی خوانده است. تایید میکنیم که کشته شدن برادر بزرگ و رهبر مبارزه ملی صالح العاروری و برادرانش در رهبری تحریک در خاک لبنان توسط نظام اشغالگر صهیونیست یک عمل کاملا تروریستی بوده، نقض تمامیت ارضی لبنان و گسترش خصومت اسرائیل در برابر مردم و ملت ما می باشد. حماس میگوید که صالح در محور مذاکرات قرار داشت که از سوی قطر و مصر و به خاطر تأمین آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس صورت گرفته بود. صدها فلسطینی به خاطر محکوم کردن کشتن العاروری در نقاط مختلف کرانه غربی رود اردن به جاده ها ریختند و شعار انتقام گیری می دادند. سازمان ملل متحد میگوید که با دلیل افزایش ممکن تشنج عمیقا نگران است.
فکر می کنم پیام ما برای همه یکسان است که به خاطر افزایش تشنج و وضعیت شکننده در منطقه ما خواستار حد اکثر خیشتنداری از همه طرف ها هستیم. نمی خواهیم تا شاهد اقدامات عجولانه باشیم که ممکن منجر به خشونت بیشتر شود. جنگ در باریکه غزه که به دنبال حملات غافلگیرانه حماس بر اسرائیل آغاز شد، تا کنون منجر به کشته شدن هزاران نفر در غزه شده است. اسرائیل میگوید که در حمله 7 اکتبر توسط حماس حدود 1200 نفر کشته شد و حماس 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.